тоҷикистон бо ҳиҷоб ба қароргоҳҳои давлатӣ ва хусусӣ даромадан манъ мешавад. Дар шаҳри Москва намоиши эътирозӣ бар зидди зулми уйғурҳо баргузор гардид. مقامات تاجیک تصمیم گرفتند که در اساس قانونی درآمدن زنهای سطرپوش به قرارگاه های دولتی و خصوصی منع کرده شود. چی طوری که رادیو آزادی می نویسد، حالا یک گروه مخصوصی کاری به تهیه طرح پرداختند که انتظار می رود ورود زنهای حجابدار را به تمام اداره و مؤسسه ها نوابسته از شکل مالکیتشان ممنوع کند، گروه در نزد مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان تشکیل شده است. حالا که خدا را به عقل می شناسند و با قلب می پرستند، نه با سر و لباس و سطر و حجاب و صله و ریش. مشاهدان قید می کنند که کار مذکور قدمی نوبتی رژیم رحمان برای قطعیان منع کردن پوشیدن لباس اسلامی با زنان در کشور می باشد. تا به امروز خدمات‌های قدرتی در جایهای جمعیتی ریدها می‌گذراندند و زنهای حجاب پوش را دستگیر نموده به آنها با بهانه پوشیدن حجاب به مدنیت و فرهنگ تاجیک خلاف است تهدید می‌کردند. یک مقام مرکز ملی قانونگذاری روز 14 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کمیسیا پس از سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه به کار شروع کرد. به اطلاع این مسئول مرکز ملی قانونگذاری، قرار است روز 18 دکبر در جریان یک نشست یا میزی گرده در دوشنبه نمایندگان تمام وزارت و اداره های دولتی تاجیکستان این مسئله را بررسی خواهند کرد. در مرکز ملی قانونگذاری میگویند بر پایه نظر و اندیشه های وزارت و اداره های دولتی طرح قانونی نوی محدود کننده داشتن روسری و حجاب را تهیه میکنند. مؤلف تشبث منع قانونی روسری و حجاب برای بانوان تاجیک کمیته زنان و آیله تاجیکستان می باشد. این کمیته در یک نامه از دادستانی کلی تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورود زنها را با سطر و حجاب به اداره و تشکیلات نوابسته از شکل مالکیت، یعنی هم دولتی و هم غیر دولتی، منع کند. زکس یا سطر تو نکشد داره نه وابشه ندارد. А под это исламский терроризм убивает уйгуров. Санаи 13 декабр дар шаҳри Москва назди бинои сафоратхонаи Ҷумҳурии Мардуми Чин намоиши эътирози танҳоӣ барои дастгирии уйғурҳои дар минтақаи истилошудаи Туркистони Шарқӣ баргузор гардид. Дар намоиши эътирози аъзоёни ташкилоти ҳимоятгарони ҳуқуқии Ёрдам ва аъзоёни ҷамъияти фарҳанги ва миллии уйғурҳо иштирок варзиданд. Китай требуем прекратить государственный террор против уйгурских мусульман в Восточном Туркестане. Это перевод. Читаври ки ба хабарҳо раиси ташкилоти ҳимоятгарони ҳуқуқи Ёрдам Баҳром Ҳамроев иттило дод, эътирозгарон аз ҳукумати Чин талаб намуданд ки лагерҳои концентратсионӣ баста шуда уйғурони дар он ҷо нигоҳ дошта шударо озод намоянд. And even death. I was taken to a special room. Ёдрас мекунем ки аввалҳои моҳи декабр яке аз қурбониҳои лагери консентратсионӣ ҳукумати Чин, Меҳри Гултурсун, дар баромади худ дар Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оиди бедодгариҳое, ки дар хадамоти мазкур карда мешавад, нақл намуд. Фикр кардам ки бигзор бимирам ва ин зулму ситамҳоро набинам ва ман аз онҳо талаб мекардам, ки маро бикушанд. مرا با کامیرای زیرزمینی بدون تریزه جا نمودند. شبها 10-15 نفر مجبور بودند که راست ایستند تا اینکه دیگران پهلو به پهلو خواب روند. پس از یک ساعت جایهایمان را عوض میکردیم. در آنجا شخصانی بودند که در دوامی سال خود را نشستند. پیش از چایخوری پگاهی که از آب و برنج عبارت بود، ما را مجبور میکردند تا اینکه سرود مدحی پارتی کمونیستی چین را بخونیم. ما را مجبور میکردند که داروهای نامعلوم و مایه رنگش سفید استعمال نماییم. از استعمال آنها در بعضی از زنان کسلی ماهانه قطع میشد. بعضی دیگر به خونروی گرفتار میشدند. بعضی دیگر حتی در آنجا فوت دیدند. مرا عذاب دادند. همه این را در یاد دارم. مرا به اتاق بردند و در آنجا به سرم تاسکلاه پوشانیدند. وقتی که با قوه برق مرا شکنجه می نمودند، از ضربه آن وجودم می لرزید
و در رگ خونم درد را حس می کردم. مرا با سخنهای قبیح دشنام می دادند و طلب می کردند که به عیبها اقرار شوم. آنها به من گفتند مادرت و پسرت فوتیدند. پدرت باشد به زندان یک عمره محکوم می گردد. آیلت با سبب تو ویران شد. نقل می کند مهرگل. باید قید نمود که قتل عامی اویغورها از طرف چین پس از پوره استیلا کردن منطقه ترکستان شرقی در میانه های قرن 20 به وقوع پیوسته است. از آن دم تا به امروز سیاست مستملکه داری چین تغییر نیافته است. دستگیر کنی عموی، قتل کنی، انسانها را به لاگرهای کنسنتراسیونی ارسال نمودن یک چند ده ساله ها اینجانب ادامه دارد.